کسب علم و دانش در اصل زیر بنا و زمینه ساز فکر و نگرش انسانیه که مشتاق به مطالعه می باشد و در این مسیر شخصیت او شکل گرفته از همان اطلاعاتی می باشد که مشتاق بوده. شاید اعلام میکنه تا زمانی که زندگی میکنید یاد بگیرید که چگونه زندگی کنید، یعنی به فکر یک زندگی خوب بودن، و به خوبی میدونید مطالعه توان این را دارد که تمام تمرکز ما را و تمرکز شخص را به سمت خود بکشه و بیشتر از حتی شنیدن و نیز دیدن در یادگیری مفید است. از این رو باعث تحریک ذهن آدمی میشه. پس بنابراین چی نمیگیریم؟ برابر یه دست برای خواهرمون بزنیم. آلزایمر نمیگیریم. چرا که وقتی که استفاده میکنیم از سیستم مغزی و ذهنمون، بازوهای اون نیز قوی میشه و برزیده میشه. لئوناردو داوینچی اعلام میکنه یادگیری هیچگاه ذهن را خسته نمیکنه. پس برای یادگیری دنبال بهانه نباشید و همچنین یادگیری باعث میشه که کاهش استرس و افسردگی در زمان سختی ها و بحران های زندگی باشه، چون برای رفع مشکلات قدرت تجزیه و تحلیل شخص برای یک تصمیم حکیمانه بیشتر خواهد بود و همچنین اقتدار و ارتباط خوب و سالم رو میتونه در شخص ایجاد کنه و تقویت کنه. همه این امتیازات زمانی در ما به کار گرفته میشه که ما اشتیاق به این رو داشته باشیم که تعلیم پذیر باشیم و به دنبال تعلیم برویم و تعلیم در ما هویدا بشه. باز نویسنده اعلام میکنه اشتیاقتان را برای یادگیری توسعه دهید تا هرگز در راه رشد متوقف نشید. و نویسنده مزمور 119-129-136 که میدونیم که مزمور 119 درباره کلام خداوند چه زیبا سخن میگه و این آگاهی رو به خواننده میده که چقدر مهم هست خواندن کلام خدا، این گونه اعلام میکنه: ای خداوند، احکام تو بسیار عالی هست. و نمیگه که احکام تو عالیه، میگه احکام تو بسیار عالی است. چرا اینقدر داره اون کلام رو بلند میکنه؟ علت اصلیش این هستش که درک عمیق نسبت به این کلام داره و از صمیم قلب آنها را اطاعت میکنم. یعنی در اصل داره میگه من به اون وفادار هستم. به نوعی نویسنده هیچ جبری روش نیست که بگیم به خاطر یک جبر داره کلام رو میخونه. گاهی جبر ما رو به خانه خدا میاره، گاهی جبر ما رو در حضور خدا میاره مشکلات زندگی، ولی این خواسته خدا نیست. خواسته خدا عشقه. خدا میخواد که ما با عشق به حضور اون بیاییم، چرا که زمانی که با عشق به حضور خداوند میاییم ثمره میده عشق ما در حضور خدا. افلاطون اعلام میکنه دانشی که همراه با اجبار کسب شود در ذهن نمیماند، ماندنی نیستش و زود گذره. ولی نویسنده اعلام میکنه درک کلام تو به انسان نور میبخشد، او را از تاریکی ها از منبس ها در میاره و ساده دلان یعنی فروتن ها یعنی اونها که آماده هستن بپذیرن ادعا نمیکنن. نمیگه من چون دکترا دارم چرا باید به یک واعظ کم سواد گوش کنم؟ به راست کتاب مقدس چند هزار سال پیش میگه من دانشگاه رفتم، پروفسور شدم، استاد دانشگاه هستم و چرا باید این رو گوش کنم؟ آماده است. پس اعلام میکنه و ساده دلان را خردمندی میسازد، با اشتیاق فراوان انتظار اجرای فرامین تو را میکشم. یعنی با تمام وجودم. لزومی نداره کسی من بگه صبح‌ها در حضور خدا دعا کن، کلام بخون، شب کلام بخون، هیچ لزومی نداره، چون محبت خدا را چشیده. همون گونه که در دوستان خود رحمت می‌فرمایی بر من نیز نظر لطف بیفکن. چگونه شده که این
نویسنده متوجه شده خدا به دوستاش رحم میکنن چون کلام رو خونده، توی کلام خدا دیده خدا چگونه حامیه. ابراهیم بوده، موسی بوده، مردان و زنان ایمان بوده و شنیده از ایمانداران که خداوند تو سختی ها و مشکلات چگونه اونها را حمایت کرده و مرا مورد رحمت خود قرار بده. با کلامت مرا راهنمایی کن تا مغلوب بدی نشوم. پس به خوبی میدونه که این کلام کلامی هست که درش قدرت هست، قدرتی هستش که به اون مسیر زندگی سالم رو میآموزه. مرا از دست ظالمان نجات ده تا اوامر تو را انجام دهم. پس توانایی درش میبینه. مرا با حضور خود برکت ده و احکام خود را به من بیاموز. اشک همچون سیل از چشمانم سرازیر میشود. چرا؟ کسی که با کلام خدا آشناست علت بودن کلام خدا رو میدونه و میدونه کلام خدا یک داستان و یک افسانه نیست و چشیده و تجربه کرده، فقط این برکت رو برای خودش نمیخواد، این برکت رو برای دیگرانم میخواد. تأثیر کلام خدا روی اون دلسوزی نیز ایجاد کرده نسبت به دیگران و میگه بحکام خود را به من بیاموز. عشق همچون سیل از چشمانم سرازیر میشود زیرا مردم دستورات تو را به جا نمیآورند. نویسنده به وضوح میداند که چگونه بین انسانها به علت عدم خرد و حکمت کینه ها، حسادت ها، غرور ها و منافع طلبی و زخم های روحی و روانی هست که باعث آشوب و بی‌نظمی و نابرابری و بی‌عدالتی و بی‌انصافی و دشواری ها نیز شده و به اون نیز و به دیگران میتونه به راحتی آسیب بزنه. کسی که از کلام خدا آگاه هست میتواند از این کلام دانه‌هایی که تقویت ذهن او رو در مسیر راستی قرار میده رو ببینه. اعتماد داره، مثل کشاورزی که وقتی که به او بذر رو میدن آشناست با اون بذر، میدونه کجا بکاره، کی بکاره و چی ثمره میده و چگونه بتونه باعث نمود اون بشه. کسی که با کلام خدا آشنا هست حکمت و خیرت رو از اون میگیره و میدونه که در اون یک قدرتی هست تا تأثیر توی زندگی اون شخص بگذاره.